آب هست؟ آب هست. چاهایی که آب سفره‌های زیرزمینی را می‌بلعند. یه مجوزی طرف گرفته دیگه تا اون جایی که از چاه آب در بیاد می‌کاره. مالکان چاهایی که یا مجوز ندارند و یا اگر مجوز هم دارند بیش از حد از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند. بین 440 تا 450 هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز داریم. تقریباً 30%شون دنبال تمدید پروانه هاشون نیومدن. ماجرا چرخه آب است. چرخه‌ای که تراز نیست و موجب فرونشست زمین می شود. از بین 609 دشت یا واحد مطالعاتی که ما داریم، چیز نزدیک بیش از 400 دشت ما الان درگیر فرونشست زمین هستند. فرونشست زیرساخت‌های شهری و شریان‌های حیاتی را تهدید می کند. کارشناسان تغییر اقلیم، افزایش برداشت‌های آب‌های زیرزمینی، آمایش نامناسب جمعیتی و خشکسالی‌های پی در پی را از دلایل بروز فرونشست می‌دانند. استفاده نامناسب از روش‌های آبیاری سنتی در کشاورزی منطقه است. در بند چه مصوبه اصلاح ساختار کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هم آمده است که این کارگروه موظف است ضمن مدیریت منابع آب کشور، علل و راهکارهای مواجهه با پدیده فرونشست زمین را بررسی کند. هدف گذاری های اتفاق افتاده و در افق اول تا 15 میلیارد متر مکعب مثلا برای بخش کشاورزی برنامه‌ریزی شده که انشالله کاهش برداشت اتفاق بیفته. البته کنترل دار شدن چاها هم باید طبق قانون نهایی شود. کسانی که از روش های تبدیل انرژی به برق، انرژی به برداشت آب تجاوز کنن، یعنی مشترکینی که بیشتر از این حد مجازشون برداشت کنن، بهشون حالا تذکر، اخطار و ممکنه حتی محدودیت هایی هم براشون اعمال بشود، از این روش اعمال خواهیم کرد. مدیریت منابع آبهای زیرزمینی قانون کم ندارد، اما نبود نظارت کافی بر همین قوانین مانع حل مسئله در سالهای گذشته شده است. اینجا دشت ورامینه و نشستی که مشاهده می کنید با بیل و کلنگ کنده نشده. این حاصل دست برخی از ماهاست برای برداشت منابع آبهای زیرزمینی. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما.